سلام و درود، شروع میکنیم درس اول از کتاب شاکنویای آدورو. دویچ گلوبال، آلمانی در سطح جهان، گلوبال در سطح جهان. نمبر 1 شماره 1، هایت بگیند ان نویاکوز آل امکوز ون کننزی. میگه هایت امروز بگیند، یعنی شروع میشه، ان نویاکوز یک دوره جدید. آل امکوز همه در کلاس، ون گفتیم کلمه پرسشی ویر هستش در حالت آکوزاتیو که میشه ون، یعنی چه کسی را. میگه شما چه کسی را میشناسید؟ گنزی اوم هر به دور بزنید، ویلنزی دقای پیازونن اون گروزمزی. میگه انتخاب کنید سه تا آدم رو و احوال پرسی کنید. گفته هلو نینا، هلو آماندا ویگتس. میگه سلام نینا، سلام آماندا، چطوری؟ نمبر 2 گفته ون کنن زنیشت، چه کسی را نمیشناسید؟ گنزی اوم هر به دور بزنید، ویلنزی دقای پرزونن انتخاب کنید، ویلن انتخاب کردن، انتخاب کنید سه تا آدم را اون شتلنزی زیش بار و معرفی کنید خودتون را. فرشتلن در واقع معرفی کردن، فرشتلن برای من دو تا معنی داره. فرشتلن اگر بگم که ایش شتله میش فور، چون که فعل ترم باور به جدا شدنیه، یعنی من خودم رو معرفی کنم. اگر بگم ایششتل میا فور، یعنی من تصور میکنم. پس اگر که این میا بشه، یعنی حالت داتیو بشه، یعنی من تصور میکنم. ولی اگر بگم ایششتل میش فور، یعنی من در واقع معرفی میکنم خودم. گفته هلو، مای نام ایس ماریو. سلام، اسم ماریه. وی هایستو و تو چه نام داری؟ میگه هلو، ایش هایسته دیوید. من نام دارم دیوید. خب خواهد میش زر، یعنی منو خوشحال میکنه. نوم از وو ایست ایا دویچ کورس. میگه کجاست دوره زبان آلمانی شما؟ اگنسنزی تکمیل کنید. اولش گفته دویچ کورس این روم، دوره زبان آلمانی توی روم. دویچ کورس این برلین، توی برلین این پکینگ. دویچ کورس این شما میسید که در واقع دوره زبان آلمانی شما کجا هستش؟ نمبر 2 شماره 2 گفته هایت بگیند دویچ کورس ات 2. میگه که امروز شروع میشه دوره زبان آلمانی آدو. ور کنت ون، یعنی کی میشناسه کی رو. پس ور اولی به معنای چه کسی، ون به معنای چه کسی را، یعنی کی میشناسه چه کسی را. هرنزی گوش بدید اون کاتسنزی آن و علامت بزنید. بریم گوش بدیم. Starten wir A2. Kursbuch. Huber Verlag, München. Lektion 1. A. Aufgabe 2. Dialog 1. Hallo, ich bin der Mark. Hallo, ich heiße Monika. Freut mich sehr. Sag mal, und woher kommst du? Aus Barcelona. Aber ich wohne jetzt hier in Berlin. Ach, wirklich? Und sprichst du Deutsch, Spanisch? Ja, und ein bisschen Englisch. Toll. Dialog 2. Hallo Karin, wie geht's dir denn? Hi Leandro, danke, gut. Und dir? Sehr gut. Dialog 3. Sarah! Alice! Pamela! Hallo! Hi! Hallo, Nicola! Hallo! Lange nicht gesehen! Wie geht's euch? Ciao, Nicola! Uns geht's super! Und dir? Dialog 4. Hallo, Ben! Wie geht's dir? Hallo, Feng! Danke, es geht mir gut! Und dir? خب نمبر 1 میگه مارک کنت مونیکا، که نه این غلط، مارک کنت مونیکا نیست، یعنی که مارک نمیشناسه مونیکا رو. پس این نمیشناخت، کنت نیست، مارک کنت مونیکا نیست. خب نمبر 2 لئاندرو کنت کارن، که این درست میگه لئاندرو میشناسه کارن، که درست بود. نمبر 3 نیکولا کنت زارا پاملا و آلیس، گفتش نیکولا میشناسه اینا رو، که درست بود. فن کنت فن، فن میشناسه بنو، که اینم درست بود.
Hab gefragt, Nummer 3. Zu zwei Tonnenfälle hören Sie Dialog 1 noch einmal. میگه گوش به دیالوگ اول و یک بار دیگه. Welche Sätze hören Sie? کدام جملات رو شما میشنوید؟ کاتون زی آن علامت میزنید. من دیگه حالا نمیذارم، فقط بزنید در واقع عقبتر این ویدیو رو و دوباره گوش کنید. فقط جواب رو میگم. مارک گفت Freut mich sehr. Sag mal und woher kommst du? Freut mich sehr یعنی خوشحال شدم، خوشحال میشم. Sag mal میگه بگو ببینم und woher kommst du و تو از کجا میای؟ و گفتش اخ ویکلیش، اخ واقعا، اون شپیست دو دولچ، شپانیش و صحبت میکنی تو آلمانی، اسپانیایی، تال، عالی. مونیکا گفتش که هلو، ایش هیست مونیکا، سلام من مونیکا، از بارسلونا، از بارسلونا میام، اما ایش وونه یس هیا این برلین، ولی الان زندگی میکنم اینجا، هیا اینجا توی برلین. یا اون ان بیسچن انگلیش، بله و یک مقدار انگلیسی. شما وقتی کسی رو میبینید یعنی که میخواد بگی آقا دیدارت خوشحال شدم، میتونید بگید فرویت میش زیر، فرویت میش زیر. و اگر که خیلی وقت کسی رو ندیدید میتونید از این جمله استفاده کنید لانگ نیشت گزین، یعنی خیلی وقت همو ندیدیم، لانگ نیشت گزین. نوما فیا شماره 4 گفته لزن زی دی دیالوگ 2 اون دقای ارگنسن زی، میگه که بخونید دیالوگ 2 و 3 رو و تکمیل کنید. اون گت سوپا بیگت سی. خب دیالوگ تو گفته لاندرو هالو کارن، که این میشه وی گتس دیادن، حال تو پس چطوره؟ کارن میگه های لاندرو دانک گود، اون دیا ممنون خوب و تو چطور؟ لاندرو میگه زیر گود، عالی. دیالوگ دقای میگه دینکولا هلو لانگنش که زین، سلام خیلی وقت همون نایدیم. وی گتس اوش، شما چطورید؟ میگه چاو نیکلا، که بعدش میگه که اونس گت سوپا، حال ما عالیه، اون دیا و تو چطور؟ ببینید برای ما اومدیم توی ترم قبلیمون توی R1 پرسونال پرونومن ها رو، در واقع ضمیر شخصی ها رو، در حالت نومیناتیو و آکوزاتیو یاد گرفتیم. در حالت نومیناتیو بودن ایش، دو، ایر، زی، اس، ویا، یا و زیه احترام، هفلیش یا فرمل و زیه جمع. این در حالت نومیناتیو بود برای من. در حالت آکوزاتیو بودش میش، اینا یک دوره است صرفا. میش برای دو بود دیش، برای ایا بود این، برای زی هم زی میموند. توی درس هشتم درس در واقع استراتژی‌های A1 بودیم فکر می‌کنم. اس، ویا، اونس، یا، اوش و زیوزی هم که همونا میموند. حالا می‌خوایم پرسونال پرونومن رو در حالت داتیو یاد بگیریم. من می‌ذارم اینجا. خب ببینید ایش، اینجا من داتیو می‌نویسم که بدونید این بعدی که اینجا داتیوه. برای ایش میشه میا، برای در واقع دو میشه دیا. مثلا من اینو بردارم فکر می‌کنم بهتر باشه اینجا، توی همینجا می‌نویسم. خب برای دو دیا، برای ایر ایم، برای اس هم میشه ایم و برای زی خانوم مؤنث میشه ایا. ویا همون اونس میمونه، ایا اوش، یعنی در واقع توی داتیو و آکوزاتیو ویا و ایا شبیه همن. و برای زی میشه اینن و اینن. فقط دقت کنید که زی احترام، یعنی زی فرمل ایننش با ای بزرگ نوشته میشه، ولی برای زی در واقع جمع پلورال ایش با کوچیک نوشته میشه. خب نوما فون شما 5 گفته سوت سواد لزن زی این دقای اون فیادی دیالوگ اینس بیس دقای میت، میگه دو نفره بخونید توی شماره 3 و 4 دیالوگ ها رو از 1 تا 3. خب یه اینس بیس دقای میت فرتایل نگوله، میگه از 1 تا 3 تا با در واقع بولن این نقش ها، یعنی با نقش های تقسیم شده
verteilten Rollen و نقش تقسیم شده. Dann spielen und fragen Sie. میگه سپس بازی کن و الگو برداری کن. در واقع دیالوگ های بالا رو داره میگه که بیاید با هم دیگه اینا رو بازی کنید و الگو برداری کنید. شماره 6 نمبر 6 گفته lesen Sie die Dialoge 2 und 3 noch einmal. میگه بخونید دیالوگ 2 و 3 رو یک بار دیگه. Unterstreichen Sie die uns میگه دیالوگ های 2 و 3 رو که اینجا بودن شما این دفعه با دیا و اونس بیاید در واقع میگه یک بار دیگه بخونید دیالوگ ها رو اون تشتغلشن زی میگه خط بکشید زیر دیا و اونس و چیزای دیگه اون اگنس دیگه قاماتی که اینجا من براتون انجام دادم اینو گفته از اینه که گوش دادید به اینا رو بنویسید ما فهمیدیم دیگه ویگت برای ما فعل داتیو سازه پس وقتی میگم ویگت دیا یعنی حالتو چطوره بعدش بعد از دیا استفاده میکنم چون که داتیو برای من ساخته نوم زیبن شماره 7 گفته سوسوا دو اودازی تو یا شما کپ اوداتسال این در واقع اون طرف سکه که شکل داره رو بهش میگن کپ ولی کپ کلا به معنی سره اوداتسال یعنی یا عدد شویرنزی مثل شریا ختم میگه هلو ویگت از دیا یادتونه توی آیه ما یاد گرفتیم که دیا میگیم ولی نمیدونست اون موقع دلیلش چیه الان فهمیدیم که ویگت برای ما در واقع گت از برای ما اینجا یک داتیو داره میسازه جمله داتیوی داره میسازه و به همین دلیل من باید از دیا استفاده کنم که میگه میا گتس گود اون دیا بعدش میگه گودن تاگ ویگت اینن این برای محترمانه بود دیگه حال شما چطوره میگه میا گتس گود یعنی که حال من خوبه میا گتس گود اون اینن حالا مثلا من میخوام پرسم که آقا حال اوی مرد چطوره چی باید بگم میگم وی گتس ایم حال اوی مرد چطوره خب حالا یکی از خود میگه حال او خوبه میگه ایم گتس گود یا میگه اس گت ایم گود فرق نمیکنه دیگه ما یاد گرفتیم که این اوبیکتیو ها میتونن جاشون رو با فاعلمون عوض کنن. یا میتونم بگم اس گت ایم گود. این اس اینجا چسبیده بود. میتونستم ایم گت اس. این اس میاد اول. اس گت ایم گود. فرقی نمی کنه. خب نوما اخت شما 8 گفته این گروپن در گروه ها شرایبن زیدن دیالوگ از زیبن آف انه کارت میگه بنویسید دیالوگ رو از شماره 7 روی یک کارتی شرایبن زید میت اونس و آیش میگه بنویسید با اونس و آیش میگه هلو ویگه تس آیش یعنی شما ها چطورید شما چند نفر که روبروی من مخاطبم وایستادید چطورید میگه گتس گود حالا من خوبه اون آیش و شما ها در واقع میگه و شما ها چطورید نمبر 9 میگه این گروپن نمیزی دی کارت گینزی اومه رو فرگزی میگه در گروه ها بردارید کارت رو گینزی اومه این دور بزنید به دور بچرخید اون فرگزی اندر گروپن و سوال پرسید از گروه های دیگه اب ویکسل انه فرزون فرگ انفوردت رو دی گروپه اب ویکسل یعنی به طور متنوع یک آدم انه فرزون فرگ یک آدم سوال میپرسه و جواب میده برای گروه نمات سن شماره 10 میگه آله این کورس ما خنزه اینترویوز میگه همه در کلاس یک در واقع مصاحبه انجام بدید این پیرزون اشتد اندر تفل اون شقیب دی کورس دوسته میگه یک نفر اشتد این وایس بغل تخته اندر تفل اون شقیب دی کورس دوسته و بنویسه لیست کلاسو یعنی اسم و نامه اشتاد شهر شتغسی خیابون پسلایت سال که گفتم پیلسد ممکنه نوشته بشه به معنی کد پستی و تلفن بچه ها جمع کنه و توی یه لیستی بنویسه. وقتی شما میخواید این اطلاعات رو بگید مثلا میگید لو قادن تلفن رو بیتو شماره تلفن لطفا میگه دستیستی و چه اون تلفن رو میگه. اون ووفونس تو و کجا زندگی میکنه میگه این در شتاد این در شمله اشمله اشتغسه تو اشمله اشتغسه دقای اون وی ایستی پوست سایت سا و چیه در واقع کد پستی که به این صورت میگه. یه تیپ بهتون داده، یه ایده داده، میگه زمشتون الا این کنتاکت بلایبن، میگه همه تون میخواید توی کنتاکت بمونید، بلایبن یعنی منتک، کنتاکت یعنی در ارتباط، مثلا که همه تون میخواید توی ارتباط با هم بمونید، دن فوتوگرافی غنزدی کورسوسته میدن سمارتون، میگه سپس عکاسی کنید این لیست کلاس رو با گوشه هوشمندتون، ویشتیش، مهم اینه، الا موسن اینفرشتندن زین، اینفرشتندن یعنی موافق بودن.
einverstanden sein, یعنی I'm موافق بودم. وقتی من میخوام بگم آقا من موافقم. میگم ich bin einverstanden. میگه همه باید موافق باشن اینجا. یعنی همه موافق باشن که این عکس برداشته بشه. خب نمبر 11 شماره 11 گفته wählen Sie drei Themen und schreiben Sie über sich. میگه انتخاب کنید سه تا تمو، سه تا موضوع و بنویسید درباره خودتون. Eine Information muss falsch sein. میگه یک اطلاعات باید غلط باشه. اینجا در مورد تماهای مختلف مثل نامه، آلتا و هرکوم، یعنی اسم و سن و هرکوم، یعنی جایی که ازش میاد، مبدأتون، جاب، شغلتون، فامیلی، خانوادتون، هابی، سرگرمی ها، شاخن، زبان ها، لیبلینگز، اسم، غذای مورد علاقه، تقام، رویا، لیبلینگز لند، یعنی هشمال مورد علاقه. گفته در مورد سه تا تمای اینجا در مورد خودتون بنویسید و یه دونش باید غلط باشه، یعنی یه دونش باید دروغ باشه در مورد خودتون. اینجا مثالشو زده، گفته ایش هایست مورگان و بین انونس فانسش یاغار، من مورگانم و 21 سالم. ایش کام آوز من میام از فلانجا و وونه این و زندگی میکنم مثلا این تهران، تو تهران. ایش عربته از آی تی انجینیورین با، یعنی من کار میکنم به عنوان مهندس آی تی همراه نزد حالا فلان شرکت. ich bin verheiratet und متأهل و habe drei Kinder و سه تا بچه دارم. meine Hobbys sind سرگرمی‌های من هستند لا لا. ich spreche zum Beispiel Deutsch, من صحبت می‌کنم آلمانی و ein bisschen Englisch, مثلا یک مقدار انگلیسی. ich esse gerne Pizza, یعنی من ترجیح می‌دم پیتزا خوردن، یعنی با پیتزا رو با علاقه می‌خورم، پیتزا غذای مورد علاقه‌شه. das ist mein Lieblingsessen, این غذای مورد علاقه‌مه. ich möchte gerne مثلا تو که ich möchte gerne fliegen، من خیلی دوست دارم پرواز کنم. das ist mein Traum، این رویای منه. mein Lieblingsland ist Deutschland، این شهر کشور مورد علاقه ام آلمان، اوسترایش، اتریش، دی شوایز یا سوئیس. اونایی که با من در واقع پشتیبانن لطفاً در مورد خودشون در نسبت از این تما ها یک متن بنویسن و برای من ارسال کنن. Nummer 12, Nummer 12, گفته alle in Kurs, همه در کلاس، lesen Sie vor. Vorlesen یعنی از رو خوندن، یعنی از رو بخونید. این یک فعل ترم با ورب یا جدا شدنیه. پس vorlesen یعنی از رو بخونید. Was ist falsch? کدوم غلطه؟ alle raten und fragen. میگه همه باید حدس بزنن. Raten یعنی حدس زدن. Und fragen. و سوال می‌پرسن. در واقع میگه کارلا دو عبادتست نیشت با، یعنی کار نمیکنه، یعنی کسی این دروغ گفته، کسی دیگه میاد رقیقه میکنه، عکس العمل نشون میده، میگه کارلا دو عبادتست نیشت با، یعنی تو اینجا کار نمیکنی. حالا اگر طرف اونجا کار کنه، یعنی اگر که دروغ نگفته باشه این جمله را، چون که جملهش منفیه، بخواد بگه چرا کار میکنم، باید بگه دوخ ایش عبادت با، مثلا ایکس فیرما دوخ چرا، ما اینو توی آیه یاد گرفتیم. یا میگه آبا هست تو ویکلیش که دیگه کیندا، ولی تو واقعا سه تا بچه داری؟ میگه ناین ایش هبه کاینه کیندا، نه من بچه ندارم. پس اگر که شما یک کسی بهتون گفت آقا این فلان چیز نیست، یعنی منفی بود، شما از دوخ استفاده میکنید. شماره 13 نما دقت سن، گفته شرایبن زی ایر پروفیل، میگه بنویسید پروفایلتون رو. نیمن زی دیزیت سین الف آلس مدل، میگه استفاده کنید از جملات شماره 11 به عنوان مدل. زندن زیدن تکست میت واتس اپ آن ایر پارتنرین اودا ایرن پارتنر، میگه بفرستید با واتس اپ به پارتنرتون، یعنی به در واقع همون کسی که بخواد حال تمرین کنه، پارتنرتون که حالا مرد یا زن. لیزن اون فرگلایشن زید، بخونید و مقایسه کنید. فرگلایشن یعنی مقایسه کردن. گفته پروفیل بنویسید که حالا با همون چیزی که من گفتم میشن دروغ باشه، مثل همون میمونه، چیز عجب غریبی نیست. خب بریم صفحه بعد، نیکست سایت. میگه این دی وایت ولت، یعنی در سراسر جهان، در سر تا سر جهان. میگه alle im Kurs, همه در کلاس، schreiben Sie Karten auf die Vorderseite nur ihren Vornamen, auf der Rückseite ihren Vornamen und Nachnamen. میگه بنویسید کارت هایی of the folder side، یعنی در قسمت جلوی این کاغذ، این کارته، نور ایغن فورنامن، فقط اسم کوچکتون رو. of the rug side یعنی روی پشت در واقع این کاغذ، ایغن فورن اون نخنامه، یعنی اسم کوچکتون و نام خانوادگیتون، دوتاشو بنویسید. نمبر 2 شماره 2 میگه که گنزی اوم هر، میگه که بید بچرخید سرگزی ابوکسلند، ابوکسلند یعنی تون متنوع، تایگن این نشون دادن، نشون بدید به طور متنوع. فوردر
اون رکسایت ایرا کارته یعنی این جلوی کارت و پشت کارته که اسمتون رو که گفت جلوش نمیسید اسم خانمتون رو گفت پشتش رو نمیسید به طورت متنوع گفته این جلو و روش رو نشون بده بعد میگه اشقش نزید و صحبت کنید میگه مثلا میگه نشون میدید بگید هلو ماقی و بگید استیا سلام آریا حالت چطوره ولی اگر که اون قسمتی که اسم خانمتون نوشتید باید دیگه این دفعه با فرمل صحبت کنید رسمی صحبت کنید مثلا میگید گوتن تاگ فراو خانم فلان یا هر فلان بیگت اس اینن حال شما چطوره خب نمره دقیقه شماره 3 میگه هورن زی واس اس ریختیگ میگه گوش بکنید کدوم درسته چی درسته پرسن زی آن علامت بزنید اینجا دو تا جمله آورده میگه فینگ ایز او پرمیشن زی ایز فور دی کیندر این در گاست فامیلی دام میگه فینگ او پر ببینید او پر چیه در واقع یه کسایی هستن که از یه کشور دیگه یا حالا از یه زبون دیگه ای دارن میرن یه جاهای کار میکنن یه در واقع توی یک خونه های کار میکنن این اوپیر ها در واقع اینجوریه که یه معامله دو سر سوزه مثلا بخوام مثال بزنم یه کسی توی ایتالیا زندگی میکنه یه کسی توی آلمان یعنی خانده توی آلمان زندگی میکنن که بچه دارن و اینا یه کسی توی ایتالیا زندگی میکنه این کسی که تو ایتالیا زندگی میکنه برای اینکه بخواد کار کنه میتونه بره به سمت آلمان پیش اون خانواده و کار کنه یعنی کارش چیه مثلا غذا بپزه بچه‌ها مراقبت کنه بهشون زبانی که خودش بلده یعنی چون که ایتالیایی خب ایتالیایی بلده دیگه میتونه این زبان خودش رو به بچه کوچیکایی که توی اون گاست فامیلی یعنی اون میزبانن خانواده که ایشون رفته اونجا بهشون یاد بده و در عوض پول تو جیبی میگیره و یکی از اعضای خانواده به حساب میاد این خانم حالا این آقا که به این صورته حالا میگه او پرمیشن این دی دختری که این کارو انجام میده زی ایز فور دی کیندر این در گاست فامیلی دا میگه این هست برای بچه‌ها توی دا این اونجا گاست فامیلی یعنی همون میزبانمون توی برای گاست فامیلی اینجاست خب میگه فینگ هات شون استودیرت فینگ در واقع تحصیل کرده استودیر از استودیر میاد اون دن بروف آپر میچن گلن و کار آپر رو یاد گرفته حالا گفته گوش بدید بگید که کدوم درسته و علامت بزنید B Aufgabe 3 Hallo ich bin der David und wie heißt du Hallo Ich heiße Feng. Bist du schon lange in Berlin, Feng? Nein. Ich bin vor 6 Monaten nach Deutschland gekommen. Okay. Ja, und was machst du hier so? Ich arbeite als Au-pair. Als was? Au-pair? Was ist das denn? Au-pair. Weißt du nicht, was das ist? Nee, jetzt echt nicht. Keine Ahnung. Also, ich wohne bei einer Familie. Bei einer Gastfamilie. Und da helfe ich. Ich bringe die Kinder zur Schule und spiele mit ihnen. Und manchmal koche ich für die Kinder und bringe sie ins Bett. Ah, jetzt verstehe ich. Du bist Au-pair-Mädchen. Ja, genau. Und das ist super. Die Familie ist total nett. Und ich habe ein Zimmer, bekomme ein wenig Taschengeld und gehe in den Deutschkurs. Die Familie nimmt mich auch immer mit. Am Wochenende und im Urlaub. So kann ich Deutschland und ganz Europa kennenlernen. Toll. Und wie lange machst du das? Noch 6 Monate. Und dann? Was machst du dann? Na ja, ich habe ja gerade erst Abitur gemacht. Ich möchte jetzt sehr gut Deutsch lernen und dann studieren. Mal sehen. گزینه اول درست بود گفت فنگ ایز اوپن میشن زی ایز فور کیندر دی کیندر این در گاست فامیلی دا خب گفته لیزن ماند گفتن زی بخوند و پاسخ بدید میگه میت اوپر اوما این دی وایت ولت یعنی با این اوپر در واقع مادر بزرگ اوپر در واقع کسی که سنش بالاتر و این کار انجام میده میشه اوپر اوما در سراسر جهان در جهان گسترده حالا دی وایت ولت در جهان گسترده خب گیزلا از 1962 گبوره میگه گیزلا تو سال 1962 به دنیا آمده یعنی متولد اون موقع است
Sie hat Abitur gemacht, ein Diplom gerettet, studiert, Tahsil karde und 1982 ihren Mann Peter kennengelernt. War das Soleil, sonst oder hast du Hamsterisch oder ihren Mann Hamsterisch Peter, du schenachte, in der Hosch. Sie sind zusammen viel gereist, میگه اونها با هم خیلی سفر کردن چون که فعل reisen فعل حرکتیه با sein گذشته میشه. Peter war Arzt und hat Ärzte ohne Grenzen in Afrika und Indien gearbeitet. میگه Peter که شوهر گیزلاه war Arzt in دکتر بوده und hat für Ärzte و برای دکترهای بدون مرز گرنس یعنی مرزها میگه و برای دکتر بدون مرزها توی آفریقا و هند کار کرد. 1986 هات گیزلا پتر گهایاتت میگه سال 1986 پیتر گیزلا با هم ازدواج کردن. 1987 هات زی این کیند و سوی یه شویتا نوخ این کیند بکنه. میگه 1987 اون زی یعنی گیزلا یه بچه و دو سال بعد شپیتر یعنی بعدتر نخ انکین بکنه یه بچه دیگه بود. زی وار این تو پیش هاوس فار میگه که اون یک نمونه خانم خونه بوده. هاوس فار یعنی خانم خونه کسی که تو خونه کار میکنه خانم که تو خونه کار میکنه باشه کن هاوس فار. زی ایس هو آفشوشوندن یعنی که اون صبح در واقع زود بلند می شده زود از خواب بیدار می شده. aufgestanden از فعل aufstehen میاد یعنی بیدار شدن که فعل ترن با ورب یا جدا شدنیه. میگه چون که در تغییر حالت رخ میده با فعل sein اینو گذشته می کنه در واقع چون که حرکتی یا همون از حالتی به حالت دیگه تبدیل شده از حالت خواب به حالت بیدار تبدیل شده از sein استفاده می کنه یعنی که زود بلند می شده und hat Frühstück gemacht و صبحونه درست میکرده. sie hat die Kinder zur Schule gebracht یعنی بچه ها رو به مدرسه میبرده. gebracht از فعل bringen میاد بچه ها رو به مدرسه میبرده. und am Mittag wieder abgeholt و در ظهر دوباره برشون میداشته. abholen رو توی در واقع آیه خوندیم. sie hat für die Familie angekauft یعنی که برای خونه در واقع خرید میکرده انگکاف خرید میکرده گکوخت آشپزی میکرده اون بایدن هاوس آف گابن گهولفن و هنگام هاوس آف گابن یعنی تکالیف و هنگام تکالیف کمکشون میکرده گهولفن هم که از فعل هلفن میکرده میگه هایتیس گیزلا الائن امروز گیزلا تنهاست دیگین دزین آستن هاست میگه بچه ها خارج از خونه هن اون پتر ایس فور فیلن یاغن گشتوربن و پیتر فور فیلن یاقی یعنی خیلی سال پیش مرده. گشتوربن از فعل شتربن میاد. شتربن یعنی مردن. چون دوباره فعلیه که تغییر حالت رخ داده با زاین گذشتش میکنن. پرفکت میسازن. میگه دوخ گیزلا حد این تولن جو. میگه ول در واقع میگه میگه چرا که یا حالا اما حالا گیزلا یه کار عالی داره. اینجا نوشته ارسونه گنزن هم اینجا منشون نوشته میشه میدیسین سانس حالا در واقع به زبانهای دیگه نوشته دکترز ویس آت بوردرز بعد نوشته اون تا کن حالا این دارم بگم همون تو فروتا میگه ساتسفای یاغن ایستی آوپر اون آبایتت بایدر فامیلی زایت که میارم یعنی از یه سالی که تا به الان میگم میگه از دو سال پیش وقتی زایت میاره یعنی از فلان سالی که داره نام میبره تا به الان که هستیم. پس میگه از دو سال پیش تا الان ایست اوپر یعنی اوپر و آبایتت باید فامیلیه و کار میکنه نزد خانواده اکو باید فامیلی اکو این قوم توی روم این قوم لیون اون آبایتن میگه توی روم زندگی کردن و کار کردن دستوارشون ایما ایات غام میگه این همیشه ایما ایات غام همیشه این رویاش بوده. گیزلا هات این اینترنت او با دی آگنتو آوپه اومو گلزن. میگه گیزلا توی اینترنت در مورد آگنتو آژانس آوپر اومو که این در آژانسی که این آوپر این اوما که داره میگه یعنی منظورش گوغوس موتا یعنی مادر بزرگا رو میفرستن حالا به جایی یه گلزن خونده بوده. دی آگنتو ایس این برلین میگه آژانس توی برلینه اون زندت فقاون او با فونسیش از آوپرز اینس آسنان و میفرسته خانوم های بالای 50 ساله فونسیش یعنی بالای 50 ساله به عنوان آوپر به خارج از کشور اینس آسنان به خارج از کشور. گیزلا حد گداخت حد گداخت از فعل دنکه میاد یعنی فکر کرد یس اولانی الان یا هیچ وقت نی یعنی هیچ وقت اون زفورت یقند لیمز لاف اندی آگنتور گشید
و سریع لبنستاگن رزومش رو به آژانس فرستاد. دی آگنتور هدزه تو اینم گشپش انگلادن میگه آژانس اون رو به یک در واقع مکالمه مصاحبه حالا یا گشپش مکالمه دعوت کرد. انگلادن دعوت کرد. اون زی حد گلوب که هفت میگه و اون خوششانسی اوورد. این خوششانسی داشت. شانس داشت. اون دیشتله به کومن و جایگاه رو ازش این جایگاه شغل رو دریافت کرد. اون تاکون اون فبلیک اون زین قای اون تاکون که میگه منظورش مکانیه که طرف اونجا زندگی میکنه، یعنی محل اقامت. اون تاکون محل اقامت اون فبلیک منظورش اینجا نوشته گفته سیما پلوس اسن، یعنی اتاق به علاوه خوراک منظورشه. زین فرای یعنی فراین، یعنی قیمتی ندارن در واقع رایگانن. دی آبت مختش باز کارش خوش میگذره. Und das Leben in Rom ist toll. و زندگی توی روم عالیه. Auch die Familie Eco ist sehr zufrieden. همچنین خانواده ایکو هستن خیلی zufrieden، یعنی راضی. خیلی راضین. Die Kinder lieben Gisela wie ihre Großmutter. میگه بچه ها میبینن lieben دوست دارن. دوست دارن گیزلا رو مثل مادر بزرگشون. Und sie lernen Deutsch و آلمانی یاد میگیرن. خب حالا باید جواب این سوال ها رو بدیم. میگه وان هابن گیزلا اون پتا گهایقاتن، میگه کی ازدواج کردن پتا و گیزلا، که اینجا نوشته بود دیگه 1987. نمبر 2 واس وار شون ایما ایتقام، میگه چی همیشه رویاش بود؟ گفتش که این قوم لبن اون آبایتن. بذارید من اینجا هایلایت رو بزنم. میگه این قوم لبن اون آبایتن، یعنی تو روم زندگی کردن و کار کردن. دستفارشون اینو یاد خواهم همیشه رویاش بوده. ویلشه فراون شکتی اگونتو از آوبر اینس آسلند، میگه چه ویلشه این چه خانوم هایی رو شیکن که اصلا شیکن میاد برستادن میفرسته آژانس به عنوان آوبر به خارج از کشور. که گفتی فراون اوبا فونسش، یعنی خانم های بالای 50 سال رو. نمبر 4 4 میگه واس هات سی اند دی ارجنت تو اوپر اوما گشید، میگه اون واس یعنی چی فرستاده او منظورش گیزلا به آژانس اوپر اوما. که گفت چی شو فرستاد؟ گفت لبنسلاف شو. میگه ایگن لبنسلاف یعنی رزومش رو. زین اون تا گفت اون فرفلیگون تویا، میگه که این در واقع مکان اقامت و همین فرپلیگون نگه داریم ازش غذا و خوراک و ایناست. تویا گرونه که میگیم ناین زی زیند فرای. میتونیم بگیم اون تا اون فرپلیگون زیند فرای. ایست گزلا این روم سوفریدن، میگه گزلا توی روم راضی هست؟ که میگیم یا بله. شماره 5 نمبر 5 گفتید سوتسوات شقایبن زی او با گزلا سلیبن، میگه بنویسید در مورد زندگی گزلا شقایبن زی این ایاهه، میگه بنویسید توی دفترتون. ببینید اینجا چند تا سال آورده، شما باید بگید تو این سالها گیزلا داره چی کار میکنه، چی کار کرده. مثلا گفته زیز این نونسن هون در سانزیستش که بوغن توی 1962 به دنیا آمده بود دیگه. به همین ترتیب بنویسید. اونایی که اونم پشتیبان دارن لطفا من این رو بنویسم و ارسال کنم. بریم قسمت بعد. نوم زیک گفته اون توشت قشن زی فولگند ویبن این فیا این پرفکت، میگه خط بکشید این فولگند فربن، یعنی این ویب های ذکر شده رو توی چهار در این پرفکت توی پرفکت دان ارگنسنز در اینفینیتیو، میگه سپس تکمیل کن اینفینیتیوش رو. کنن گلرن در واقع اسفل کنن گلرن یعنی آشنا شدن. حد کنن گلرن یعنی آشنا شد. ایست آفگشتنه که من اینجا نوشتم آفشتهنه یعنی بیدار شدن. حد آب که هالت یعنی رسون در واقع برشون داشتن از مدرسه گفتش که حد زی آب که هالت یعنی که اونا رو برمیداشت از مدرسه، که اسفل آب هالن میاد دنبال کسی رفتن و برش داشتن. حد انگکاف یعنی خرید کرد که میشه انکافن. حد انگلادن یعنی دعوت کرد که میشه انلادن دعوت کردن. و به این ترتیب. خب نومه زیبن میگه هرن مشقایبن زیدن دیالوگ، میگه گوش بده بنویسید این دیالوگ رو. بریم گوش بدیم. بی Aufgabe 7. Holst du bitte das Auto ab? Ich habe es doch schon abgeholt. خب میگه holst du bitte das Auto ab، یعنی که تو میری ماشین رو بیاری. میگه ich habe es یعنی من اونو شون abgeholt، من اونو آوردم. حالا شماره 8 میگه سوتسوایت دو نفره هرگان اون ارگنسنسی
گوش بده تا تک میکنه شخیبن اون شویلن زی دیالوگ وین زیبن میگه بنویست و بازی کن این دیالوگ رو مثل شماره 7 ببینید چه جوریه. مثلا میگه میخواد بگه که آقا میخری نوشیدنی ها رو، میگه مثلا میگه کافست دو دیگه ترنک این، حالا خود دیگه آقا من خریدم، میگه ایش هاب. حالا به جای اینکه دیگه بیا بگه دیگه ترنکه، میاد پرسونال پرونومنش رو میاره اینجا، مثلا اوتو دست اوتو پرسونال پرونومنش بود اس دیگه آن را زمین شخصش، اینجا شون دیگه ترنکه بر من پلوغاله، میگم سی، میگم ایش هاب زی شون انگه کافت، ایش هاب زی شون انگه کافت، یعنی که من اون رو خریدم. بعدیش میگه داینموتو انگوفن، یعنی الان خواهم بگم آقا تو به مامانت زنگ میزنی، میگم اوفس دو بیت داینموتو ان، حالا خواهم بگم زنگ زدم داینموتو، موتا برای من اوی زنه، میرسم زی چون انگوفن برای من در واقع اکوزاتیو میخواد دیگه، میگم که ایش هب زی دخ شون انگوفن، انگوفن میشه انگوفن دیگه، angerufen die E-Mail ausdrucken. میگم که druckst du bitte die E-Mail aus، چاپ میکنه ایمیل ها رو. میگه که ich habe، خب die E-Mail آرتیکلش die، اگر بخوام پرسونال پرونومن یا زمیر شخصش رو بیارم میشه sie، میگم ich habe sie doch schon ausgedruckt، ausgedruckt. اوکی. خب و شماره 4 نمبر 4 میگه das Licht ausmachen. من بنویسم. ausgedruckt. das Licht ausmachen یعنی چراغ رو خاموش کردن. میگم که machst du bitte das Licht aus، چون که فعل تقنباور بند دیگه. میگم machst du bitte das Licht aus، میگه ich habe das Licht برای من das آرتیکل پس میشه es، ich habe es doch schon ausgemacht، ich habe es schon ausgemacht. شما خودتون تو خونه اینا رو تکرار کنید حتما. خب نمبر 9، شماره 9 میگه hören Sie den Podcast، گوش بدین پادکست رو، was ist richtig، کدوم درسته، کدوم زیان علامت بزنید. من جملتو میخونم، میگه کارولینه lernt seit 4 Jahren Deutsch، لرن زد فیه موناتن دوش، یعنی که یاد میگیره از 4 سال پیش آلمانی، یا زد فیه موناتن یا از 4 ماه پیش. کارولینه مخ مشته این دوشتن فرانسوزیش اونتاقیشتن او در انگلیش اونتاقیشتن، یعنی که کارولینه میخواد توی آلمان فرانسوی اونتاقیشتن این درس بده، درس بده یا انگلیسی درس بده. یان لرن زد اینه وخه دوش زد اینم یاغ دوش، یعنی که یان یاد میگیره از یک هفته پیش آلمانی، یا زد اینم یاغ یا از سال پیش. یان مشته دن مستر مخن ان اینه اونیورسیت آرباید، یعنی میخواد دن مستر مخن، یعنی که مستر بگیره، در واقع ارشد بخونه، حالا ارشد بگیره ان اینه اونیورسیت آرباید، یعنی که توی یک دانشگاهی کار کنه. حالا بریم گوش بدیم و شما علامت بزنید. B Aufgabe 9. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ihr hört Radio Deutschland FM. Unser Thema heute: Erst Deutsch lernen und dann nach Deutschland. Ja, das geht. Unsere Interviews zeigen es. Wen haben wir in der Show? Hi, ich bin Caroline und komme aus New York. Hallo Caroline, stellst du dich bitte kurz vor? Ja, also, ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Ed und wir haben 2 Kinder. Die sind 2 und 4 Jahre alt. Ed ist Softwareentwickler. Wir möchten gern nach Europa und da arbeiten. Deutschland ist unser Lieblingsland, also... Ich kann schon ein bisschen Deutsch. Ich besuche einen Kurs beim Deutschen Haus in New York. Seit 4 Jahren. Hm, du sprichst aber schon gut. Danke. Es geht so. Also, ich möchte in Deutschland Englisch unterrichten. Vielleicht an einer Volkshochschule. Cool. Da habe ich Französisch gelernt.
Na ja, aber mein Französisch ist nicht so gut. Okay, also an einer Volkshochschule möchtest du unterrichten? Ja, oder an einer Universität, einem Sprachenzentrum. Mal sehen. Übrigens, Französisch spreche ich auch. Danke, Caroline. Wow, dein Deutsch ist ja fantastisch. Deutsch lernen in New York, finde ich super. Und wer ist jetzt online? Hallo, ich heiße Jan und wohne in Prag. Hallo Jan und Grüße nach Prag. Erzähl mal. Okay, ich studiere hier Physik und lerne Deutsch an der Universität. Seit einem Jahr. In der Schule habe ich schon Englisch gelernt. Bald fahre ich nach Deutschland. Ich mache ab Mai ein Praktikum bei einer Firma in Köln. Und dann möchte ich den Master an einer deutschen Universität machen. So habe ich später gute Chancen. Danke, Jan. Und nun kommen wir zu... اولش میشه seit vier Jahren, از چهار سال پیش. بعدش Englisch. Seit einem Jahr, از یک سال پیش. و den Master machen. این در واقع حرف اضافه زاید که داره حرف اضافه زمانی برای من در واقع پرپوزیسیون هم حرف اضافه است از من داتیو میخواد اینجا چی گفته گفته unterstreichen Sie in neuen Zeit und den Nomen und ergänzen Sie die Grammatik میگه خط بکشید توی شماره 9 زاید و اسمها رو و تکمیل کنید این گرامر رو ببینید زاید نگاه کنید شده زاید بیا یاقن دوباره شده seit einer Woche, seit einem Jahr. خب ببینید شده seit einem Monat, از یک ماه پیش. Monat در مارتش دره. گفتم seit به علاوه داتیو میشه. مثلا میگم seit ein Jahr, یعنی از یک سال پیش seit einem Jahr unterrichte ich مثلا. یعنی از یک سال پیش مثلا حالا مثلا seit einem Jahr spiele ich Klavier. از یک سال پیش من پیانو میزنم به طور مثال بعدش گفته یاق میشه زاید اینم یاق یعنی از یک سال پیش چون یاق برای من آرتیکلش دسته میشه اینم بخوام بگم از یک هفته پیش چون که آرتیکل وخه دیه میشه زاید اینا وخه از یک هفته پیش اگه بخوام بگم از چهار سال پیش چون یا در واقع گفتیم توی داتیو اگر که کلمه ها به پلورال تبدیل بشن یه انم آخرشون میگیرن که میشه زاید بیا یاقن خب نمره ال گفته الیم کورس که از اون هم پاگنس میگه همه در کلاس برید که دور کلاس بچرخید و سوال بپرسید زایت وان لرنز تو دویت از کی آلمانی یاد میگیرید مثلا که میگه زایت دغای موناتن از سه ماه پیش تایل شرایبن گفته که ایر لیبن زندگی شما شرایبن زی فونف سیتس اوبر ویشتیگه شتاسیونن میگه بنویسید پنج تا جمله درباره ویشتیگه شتاسیونن در مورد پنج ویشتیگه اشتاسیون در واقع درباره مراحل مهم اشتاسیون یعنی اسکاه های مهم نمینزیدن تکس این فیا از بایش بیر میگه استفاده کنید شماره چهار رو به عنوان یک مثال دان تاوشن زید تکس این ایغا پارت نو در پارت تاوشن این عوض کردن چینج کردن عوض بدل کردن عوض کنید تکستون رو با پارتنرتون لزنزی میگه بخونید واس مشنزی نخ ویسن و چی میخونید میتونید واس مشنزی یعنی که چی میخواید دیگه بدونید نو ویسن ویسن این دونستن چی دیگه میخواید بدونید شخایبن زی انه فراغه اونتو دن تکست میگه بنویسید یک سوال زیر تکست اونایی که با من در واقع پشتیبان دارن مثلا پنج جمله در مورد زندگیشون در مورد ایستگاه من اینکه میگه ایستگاه ها اینکه منظورش مراحل زندگیتون بنویسید پنج جمله و برای من ارسال کنید نما دقیقه سن گفته تاوشن زید تکس ویدا اون آنفورتن زید میگه دوباره تاوشن یعنی مبادله کنید دوباره این تکس ها رو این متنا رو و جواب بدید لگن زید ایغن تکس این ایه دوسیا میگه قرار بدید تکس رو توی دفترتون دوسیا دفتر چه دفتر تیپ یه تیپ داده ایده داده گفته زامن زید تکس ده زامن یعنی جمع کردن همون مثل کلکت انگلیسیه جمع کنید تکس ها رو پوستر اتسیتقا یعنی یا پوستر رو چیزای دیگه اتسیتقا So können Sie sie immer wieder lesen und ihren Fortschritt messen. میگه زی so können sie میگه که شما میتونید اینجوری زی این زی منظورشون تکست است این زی منظور شمایی این زی منظورش تکست است میگه جمع کنید شما آنها را ایما ویدا دوباره
lesen اون بخونیدش und ihren Vorschrift messen و پیشرفتتون رو messen بسنجید اندازه گیری کنید Fortschritt یعنی پیشرفت و پیشرفتتون رو اندازه گیری کنید خب من ویدیو رو اینجا به پایین میرسونم بیس بند